فرسی سلام آنیتا هستم و هر هفته داستان جدیدی به زبان فارسی برای شما تعریف میکنم قبل از شروع داستان این هفته اگر تا حالا در کانال ما سابسکرایب نکردید لطفا فقط با زدن یک دکمه سابسکرایب ما رو حمایت کنید اگه هم دوست دارید به محض خونده شدن داستان جدید با خبر بشید اون زنگوله رو هم بزنید و با ما باشید این هفته با همه هفته ها متفاوته یک مهمان عزیز داریم که ایشون برامون داستان تعریف خواهند کرد داستانی بسیار زیبا به نام نخستین نوروز جهان اما قبل از اینکه داستان رو بشنویم بذارید با خودشون آشنا بشیم و ازشون بخوایم که خودشون رو معرفی کنن. سلام من زینب هستم مادر دو فرزند مؤسس سایت بوکچه و ساکن ایالت نیویورک به خاطر دقدقه زیادی که برای آموزش و حفظ زبان فارسی و مادری در خارج از کشور داشتم به فکر تاسیس سایت بوکچه افتادم مرسی زینب عزیز میشه لطفا بیشتر راجع به سایت بوکچه برای ما و عزیزانمون بگین کلا سایت بوکچه برای چی هست بوکچه یک بازارچه کتاب فارسی و محصولات فرهنگی و سنتی ایرانیه بوکچه با بقیه کتاب فروشی هایی که شنیدید تفاوت بزرگی داره در این بازارچه فروشگاه متعددی برای ارائه محصول و کتاب وجود دارند همه فارسی زبانان خارج از کشور میتونن به صورت رایگان فروشگاه و یا کتابخانه خودشون رو درست کنن و در اون کتاب فارسی اجاره بدن، بفروشن و یا خریداری کنن. بوکچه به ازای فروش هر کتاب و یا اجاره هر بسته کتاب، کتاب کودکی به کتابخانه های مناطق محروم ایران اهدا میکنه تا بچه های بیشتری به کتاب فارسی دسترسی داشته باشن. بسیار عالی. ازت ممنونم که مهمون برنامه ما شدی. دوستان عزیزی که دوست دارید بوکچه رو ببینید و باهاش آشنا بشید یا اگر کتاب هاتون رو کرایه بدید یا بفروشید یا از الان برای نوروز هدیه کتاب تهیه تح... کنید سایت بوکچه رو حتما سر بزنید و من لینکش رو در توضیحات براتون میگذارم حالا به اتفاق به داستان اولین نوروز جهان با اجرای زینب عزیز گوش میکنیم بفرمایید نخستین نوروز جهان بازآفرین محمد رضا یوسفی جمشید شاه دارای فرح ایزدی بود فرح ایزدی نشان اهورامزدا بود و آن پرنده سپید به اسم سپیدا و نگهبان جمشید شاه بود جمشید شاه به روز و روزگار مردم نگاه کرد و دید جنگ و درد و سرما و خوشسالی مرگ و ستم و نادانی آنها را رنج می دهد به سپیدا گفت چطور میتوان رنج های مردم را از بین برد سپیدا به چشمان جمشید شاه خیره شد و پرواز کرد آنها رفتند و رفتند تا به کوهستانی با قله های بلند رسیدند ناگهان گروه گروه مردم کوهنشین به طرف جمشید شاه آمدند به دست و پای او افتادند گریه و زاری کردند و گفتند ما را از ستم دیوا کوه نجات دهید او گله گله گوسفندان ما را میگیرد و بچه های ما را به بردگی میبرد جمشید شاه به دنبال سپیدار رفت تا در دل کوهستان به قاری تاریک رسید فریادی کشید دیواکوه با گله دیو بیرون آمد پس از یک شبانه روز نبرد جمشید شاه دیواکوه را شکست داد و نابود کرد تا خبر شکست دیواکوه در کوهستان پیچید دیواباد چون باد و طوفان به جنگ جمشید شاه آمد همه بادها به فرمان او بودند و تا دستور نمیداد هیچ بادی ابرها را به این طرف آن طرف نمی برد و بارانی نمی بارید. جمشید شاه با یاری سپیدا که به او نیرو میبخشید به جنگ دیواباد رفت آنها دو شبانه روز با هم جنگ کردند و سرانجام جمشید شاه پیروز شد بادها آزاد شدند و خوشسالی از بین رفت پیروزی جمشید شاه دیوان را خشمگین کرد این بار دیوا سپید که دانایی را در جنگل‌های پوشیده از درخت زندانی کرده بود به جنگ او آمد دیوا سپید هیچ آدمیزادی را به جنگل راه نمیداد او بسیار خشمگین بود و دهانی آتشین داشت جمشید شاه سه شبانه روز با او نبرد کرد و با یاری سپیدا بر او پیروز شد حال که جمشید شاه دانایی را نجات داد با کمک آن به جنگ دیوامرگ رفت او در دره های تاریک و سیاه زندگی می کرد و مرگ را از آنجا به سوی آدم ها می فرستاد جمشید شاه چهار شبانه روز با دیوامرگ جنگید تا او را نابود کرد سپس سپیدا را در آغوش گرفت راه افتاد و گفت باید به جنگ دیوا در, در دریاها برویم او همه دردها را به سوی انسان ها میفرستد. دیوادرد درد همین که آگاه شد جمشید شاه به دریا آمده موجهای خروشان را به سوی او فرستاد. جمشید شاه بر کشتی بزرگی سوار بود. شب و روزهای بسیاری در دریا پیش رفت تا به دیوادرد درد رسید. نبرد آنها پنج شبانه روز طول کشید و سرانجام دیوادرد درد کشته و خوراک ماهی ها شد. پس از آن جمشیدشاه به سپیدا گفت برای آنکه دوستی در جهان حاکم شود باید دیواجنگ را نابود کنم دیواجنگ چون رد و برق به مغز پادشاهان جنگ میرفت رفت آنها نره می کشیدن، به جنگ دیگران می رفتن و دیواجنگ قدرت و نیرو می گرفت جمشید به دژی عظیم که دیواجنگ در آنجا بود حمله کرد آنها شش شبانه روز با هم نبرد کردند و سرانجام جمشید شاه دیوا جنگ را از میان برداشت تا آرامش به جهان برگردد اما دیوان که پی در پی شکست میخوردن پیش دیوا سرد رفتند او که در یخچالهای پر از یخ در دل کوهستان بود سرما و بوران را به سوی مردم فرستاد همه جا یخ و برف شد هوا آنقدر سرد شده بود که هیچ پرندهی نمیتوانست پرواز کند آب در چشمه ها ایستاد گرمای آتش هم نتوانست آدم ها را گرم کند جانوران در کوه و دشت یخ بستند سپیدا با نور چشمانش جمشید شاه را گرم کرد و او هفت کوه را پشت سر گذاشت و رفت تا به یخچال ها رسید در آنجا هفت شبانه روز با دیوا سرد جنگ کرد جنگی سخت و طولانی بود اما سرانجام شمشیر جمشید شاه بر سینه دیوا سرد نشست یخچالها ترک برداشتند یخها آب شدند هوا گرم شد چشمه ها راه افتادند و بهار به هفت سرزمین جهان رسید مردم شادی و پایکوبی کردند جمشید شاه دستور داد پس از آن با آمدن بهار جشن بگیرند لباس نو بپوشند به دیدار هم بروند شادی کنند و نام آن روز را نوروز بگذارند و آن نخستین نوروز جهان بود ممنون از زینب عزیز و شما عزیزانی که مثل همیشه با من همراهید هر سؤالی که از سایت بوکچه یا خانم زینب دارید میتونید در قسمت کامنت بنویسید مثل همیشه تا روز دیگر و داستان دیگر بدرود